سلام همراهان عزیز، خوش آمدین به یک برنامه دیگر از چینل پلی تیوی. امیدوارستم در این هوای سرد زمستانی لباس گرم و عافیتی در تن داشته باشین. دوستان عزیز، در این برنامه در رابطه با تحولات اخیری که در واتساپ رخ داده بحث میکنیم. اینکه کاربران چرا واتساپ خود را حذف کردند و چه استرسی در اونا رخ دادن یا چه خطری در چیزای محرمانه کسانی که واتساپ استفاده میشد رخ داد تا واتساپ خود را حذف کردند و ما آیا واتساپ خود را حذف کنیم یا نکنیم؟ و آیا واتساپ بعد از این هم قابل استفاده هست یا نه؟ و آیا واتساپ خود را حذف کنیم یا باشه؟ و آیا برای چیزهای شخصی ما محرمانه میمانه بین من و احمدی که مسج میکنیم، این محرم میمانه یا نه؟ همه و همه در این برنامه گنجانیده شده. پس لطفاً برنامه ما را لایک کنید و در قسمت کامنت نظریات خود را بنویسید و همچنان اگر لطفی کنید چینل ما را سابسکرایب کنید و هم برنامه ما پیشرفت کنه و هم برنامه های بعدی ما در دسترس شما قرار بگیرند. دوستان عزیز، خوش آمدین به ادامه برنامه. پیام رسان واتساپ در واکنش به نگرانی های امنیتی کاربرانش در خصوص افزایش به اشتراک گذاری اطلاعات آنها با فیسبوک اعلام کرد که بروز رسانی یا اپدیت جدید اعلان شده به هیچ وجه منجر به نقض حریم خصوصی آنها نخواهد شد. شرکت واتساپ 13 روز پیش اعلان کرده بود که با هدف کمک به درآمدزایی بیشتر شرکت مادر خود یعنی فیسبوک و افزایش کارایی تبلیغات کسب و کارها قصد دارد در قالب بروزرسانی جدید پیام رسان خود امکان به اشتراک گذاری سطح بالاتری از اطلاعات کاربران خود را ایجاد کند. در این اطلاعیه تاکید شده که واتساپ از 8 فوریه ادامه ارائه خدمات به کاربرانی را که با پروتکل یا تاییدیه اپدیت جدید یا بروز رسانی آن موافقت نکند متوقف خواهد شد. صدور این اطلاعیه تا یک هفته گذشته موجب نگرانی حدود 2 میلیارد کاربر این پیام رسان شده، چنان که برخی از آنها نسبت به حذف واتساپ و نصب سیگنال و تلگرام اقدام کردند. به طوری که تلگرام از روز سه‌شنبه اعلام کرده است که طی 72 ساعت گذشته 25 میلیون کاربر جدید این پیام رسان را بارگیری کردند یا نصب کردند. در واکنش این عکس العمل کاربران، واتساپ اعلان کرده که تامین امنیت پیام‌های خصوصی رد و بدل شده میان کاربران ویژگی ذاتی این پیام رسان است و به هیچ وجه نقض نخواهد شد. واتساپ تاکید کرد که این همچنان از روش رمزگذاری سرتاسری end-to-end encryption استفاده خواهد کرد، روشی که امکان شنود مکالمه ها و جاسوسی از پیام های رد و بدل شده میان دو کاربر را حتی برای واتساپ و شرکت های ارائه دهنده خدمات مخابراتی از بین می برد. واتساپ در تازه ترین اعلامیه خود که دیروز روز شنبه تاریخ 16 در استوری خود چنین نگاشته که We are committed to our privacy، یعنی ما متحد به حفظ حریم خصوصی شما هستیم. 2. WhatsApp can't read or listen to your personal conversation as their end-to-end encryption. WhatsApp هرگز نمیتواند متنایی که شما نوشتید بخواند یا هم حرفایی که شما به مخاطب خود فرستادید گوش بدهد. اینها کانورسیشن یا مکالمات خصوصی شما است، قسمی که در جریان حرف زدن در بالای همان مخاطب نوشته است end-to-end encryption، یعنی این رمزگذاری شده میان دو نفری که شما مخاطب قرار دادین. 3. WhatsApp doesn't share your location. WhatsApp هرگز موقعیت یا جایی که شما هستین را نشان نخواهد داد، یعنی WhatsApp فقط بین شما و مخاطبی که شما قرار دادین بین این رمزگذاری شده و هرگز واتساپ ای را قادر به این نیست که ببیند شما لوکیشن خود را از کجا و به کجا فرستاده اید. 4. واتساپ doesn't share your content with Facebook. واتساپ محتوای شما را هرگز به فیسبوک انتقال نخواهد داد یا شریک نمی کند.
و همچنان واتساپ روز گذشته اعلام کرد که تغییراتی در نظر گرفته شده برای نحو و شرایط استفاده از اپلیکیشن پیام‌رسان خود را به دلیل واکنش‌های اعتراض‌آمیز به تأخیر می‌اندازد. این شرکت آمریکایی پیشتر اعلام کرده بود که به موجب سیاست‌های جدید و با وضع شرایط تازه استفاده از اپلیکیشن موبایل برای کاربران از آنها اجازه می‌گیرد که داده‌های خصوصی آنها را با شرکت فیسبوک که تحت تملک آنها هستند به اشتراک بگذارند. این تصمیم بلافاصله با اعتراض بسیاری از کاربران مواجه شد که به نحوه که برخی از استفاده کنندگان از این پیام رسان را حتی پیش از اجرایی شدن تغییرات جدید تصمیم به ترک آنها گرفتند. خب دوستان عزیز، برگرفته از محتوای این برنامه این است که هرگز واتساپ خود را حذف نکنید، به خاطر که محتوای شما هرگز به فیسبوک انتقال پیدا نمی کنه و حرفایی که بین شما و مخاطبی که شما انتخاب کردین، مثلا احمد، محمود یا هر آن کسی که هست، حرفای خصوصی، موقعیت خصوصی یا هم متنهای خصوصی با آنها انتقال دادین یا میخواین بفرستین، از این اعتماد داشته باشین که هرگز ای به جای سیومی انتقال پیدا نمیکنه. بین شما و شخصی که شما انتخاب میکنید فقط حفظ و محرمانه باقی میماند. یعنی در وقتی که شما به شخصی که شما زنگ میزنید، در بالا هم نوشته از end to end encryption، یعنی رمزگذاری شده بین شما و کسی که شما انتخاب کردین. یعنی از این مطمئن باشین نه عکس شما، نه ویدیو شما، نه صوت شما، نه متن شما و نه هم موقعیت شما به شخص سومی انتقال پیدا میکنن. نخیر، این فقط بین شما و همان شخص میمونه. حتی خود واتساپ و شرکت‌های مخابراتی که از هر سیم کارت استفاده می‌کنین، حتی قادر به این نخواهد شد که بین شما و کسی که شما انتخاب کردین در واتساپ مسج می‌کنید یا صوت روان می‌کنید، نزی با خبر شوه. فقط بین شما و شخص مخاطب باقی می‌ماند. مطمئن باشید و با اطمینان کامل از واتساپ خود استفاده کنید و همچنان هرگز واتساپ خود را حذف نکنید. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. این بود برنامه امروز ما که تقدیم شما کردیم. تا برنامه بعد، خداوند حافظ ناصر شما و فراموش نکنید که حتما چنل ما را سابسکرایب کنید و ما را حمایت کنید و در بخش کامنت نظریات خود را بنویسید.